در شهر بخارا هستم، هفتمین شهر بزرگ ازبکستان با حدود 280 هزار نفر جمعیت. شهر بخارا یکی از زیباترین شهرهای آسیای میانه است و همچنین این شهر همیشه در طی تاریخ شهر بسیار مهمی بوده. برای من شهر بخارا یکی از بی‌نظیرترین شهرهایی است که تا به حال دیدم. تاریخ غنی، بناهای بسیار زیبا، معماری تیموریان، شهری پاکیزه، مردمانی مهربان و مهمان نواز از مواردی هستند که این شهر منو عاشق خودش کرده. سفرم رو در شهر بخارا از لب حوض آغاز میکنم. اینجا واقعا اسمش لب حوض هستش. بعدن هم در مورد این کت بسیار زیبای بخارایی توضیح خواهم داد. در ضلع شرقی لب حوض مدرسه نادر دیوان بیگی قرار داره، مدرسه ای که در قرن 17 میلادی بین سالهای 1619 تا 1623 ساخته شده به سبک بسیار زیبای تیموریان. در ابتدا قرار بوده این بنا کاروانسرای بشه ولی بعداً تغییر کاربردی داده و تبدیل به مدرسه شده. روایت‌های زیادی هست از اینکه چرا این بنا کاروانسرای نشده و تبدیل به مدرسه شده. یکی از این روایت‌ها این هستش که چون رونق اقتصادی کمی کمتر شده بوده و کاروان‌های کمتری می‌اومدن به بخارا، به همین دلیل تصمیم گرفتن که از این بنا به عنوان مدرسه استفاده بکنن. حجره‌هایی در قسمت پایین این مدرسه هستن که امروزه تبدیل شده به مکانی برای هنرمندان که در اونجا صنایع دستی میفروشند. در بالای سردر مدرسه نادر دیوان بیگی میشه تصویر دو سیمرغ و دو حیوان دیگه که شبیه به روباه هستن رو نگاه کرد که این تصاویر در حقیقت تصاویر حیوانات در معماری اسلامی امری نادر هستش. معمولا از تصاویر حیوانات استفاده نمی کنن ولی اینجا چون مدرسه بوده به همین دلیل از اساطیر ایرانی در نمای این مدرسه استفاده کرده. در ضلع غربی لب حوض خانقاه نادر دیوان بیگی قرار داره که همزمان با مدرسه نادر دیوان بیگی ساخته شده، جایی که محل زندگی صوفی ها و دراویش بوده. در شهر بخارا برای مدت زیادی صوفیگری رایج بوده و این امر باعث شده بوده که تمام ادیان در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی بکنند، مسیحیان، یهودیان، مسلمانان و دراویش. به همین دلیل چندین خانقاه در شهر بخارا و اطراف اون وجود داره. یکی از صنایع دستی که در ازبکستان به چشم میخوره مخصوصا در شهر بخارا سوزنی هستش. سوزنی در حقیقت از همون سوزن میاد، کار دست هست و باهاش لباس درست میکنن، کت و پیرهن و هم لباس زنونه هم لباس مردونه. و اینجا میبینم یک مغازه‌ای هست که فکر میکنم سوزنی داشته باشه و با هم دیگه یک سر میزنیم به اینجا. حالتون خوبه؟ سلام. حالتون خوبه؟ چه کت خوشگلی تنتون هست شما. ها اینا من خودم میدوزم. اینجا بعد دستی کت دستی چیزم هست. این همین سوزنیه نه؟ این سوزنی هست. کار دست. کار دست هست. این دستی من. خب بریم تو نگاه بکنیم چه خبره. بفرمایید. خواهش می‌کنم. مثل همین کتتون دارین یکی هم من امتحان بکنم؟ برای من؟ دارم. برای شما دارم. اینجا با حلقه‌ای دارم. این خیلی خشنگی. به به. این منو نیو مدلم. ناو دیزاین این ناو دیزاین. با هست از این دیگه از اینو دارم. اینو همیش بخارا کنم. سوزنی دستی کنم. به به. بگیر پیشم بپیشی. من فکر کنم این رنگش به من میاد نه؟ کدامش؟ اینش این. این یک. آره آبی معمولم. اینو میکنم تنم، همون اول چشم رو گرفت میکنم تنم، فکر کنم خیلی هم خوشگل هست و ببینم اصلا اندازم هستش. به خیلی قشنگه. قشنگه نه؟ خوشگله نه؟ واقعا زیباست. این آستیناش همینجور کوتاه دیگه. این آستیناش کوتاه میستون. کوتاه دیگه. این دستیکور بادوم هست، بخورای ویش میندلش. اینا سوزنی بسیار، سوزنی کوینا بسیار دستی کاری همه به کار دستی. همهش دستی کار
خیلی قشنگه. اینو میگیرمش دیگه اینو میگیرم، شکم نمی کنم این میشه سوغاتی بخارا. و من یه حساب کتاب میکنم، یک نگاهی تو این مغازه بسیار زیبا و رنگی بندازیم، بعد با هم دیگه میریم یه دور میزنیم توی شهر بسیار زیبای بخارا. چشمه سیاه داری قربان از شبم من، چشمه سیاه داری قربان از شبم من، خانه بگی جا داری مهمان از شبم من، خانه بگی جا داری مهمان از شبم من، چشمه سیاه داری قربان از شبم من، خانه بگی جا داری مهمان از شبم من. از لب حوض که به سمت غرب بریم میرسیم به یکی از قدیمی ترین بازارهای شهر بخارا، بازاری به نام توقی صرافان. بازاری هست که در قرن 16 میلادی توسط عبدالله خان از دودمان شیبانیان ساخته شده و اومده این بازار رو درست کرده، در حقیقت سرپوشیده، برای اینکه وقتی بازرگانان و کاروانها به اینجا می اومدن از گرما و گرد و خاک در امون باشن. به این بازار چرا میگن بازار صرافان؟ به خاطر اینکه علاوه بر حجره‌های مختلفی که در اینجا بوده که به داد و ستد می‌پرداختن، صرافان یهودی و مسیحی هم در اینجا بودن که کار صرافی می‌کردن و این بازار یکی از قدیمی‌ترین بازارها در شهر بخارا هست. از ضلع شمالی، در شمالی بازار توقی صرافان که بیایم بیرون، میرسیم به یکی از قدیمی ترین مساجد و بناها در شهر بخارا، مسجدی که جور سالم به در برده از حمله مغول، از معدود بناها هستش، به خاطر اینکه وقتی مغول ها اینجا اومدن همه چیز رو خراب کردن. این مسجد بین قرن 9 و 10 میلادی ساخته شده بر روی آتشکده زرتشتیان و جالب اینجا هستش که وقتی یهودی ها در این شهر هنوز کنیسه خودشون رو نداشتن، در این مسجد در کنار مسلمان‌ها عبادت می‌کردند. عاشق شده‌ای هم هایت مبارک، زنجیر تو ایده هم هایت مبارک. ما اگر لب حوض رو مبنای شروع سفرمون در بخارا قرار بدیم، باید بیایم به سمت غرب و شمال غربی. رسیدیم به توقی صرافان، بازار صرافان، بعد رسیدیم به قدیمی ترین مسجد و بعد میرسیم به یک توقی دیگه، بازار دیگه به نام تلپک فروشان. تلپک به زبان تاجیکی یعنی کلاه. اینجا بازار کلاه فروشان بوده و کماکان هم کلاه می فروشن در این بازار و همچنین کاغذ فروشی و کتاب فروشی که اینجا هم یکی از قدیمی ترین بازارها و توقی ها هستش به قول معروف. درسته؟ اینجا بازار تلپک فروشان و کاغذ فروشان و کتاب فروشان بود. تلپک کتاب و کاغذ هم اینجا می فروختن زمان قدیم، کتاب هم می فروختن. درسته، فقط اینجا بازار تلپک فروشان کلاه و همچنین کاغذ فروشان و کتاب فروشان بوده. ما از ایران هستی؟ جوش من ایران هستم. مشهد، مشهد همین بغل. من برو دنجه مول از ایران اومدم. بله. از تهران جبه مول و یواز. از تهران؟ از تهران؟ نه، مویم اخشیه، لیکن من و یواز هستم. بله. اولادا، مشهد، مشهد. بله، مشهد یعنی بغل 700 کیلومتر بیشتر راه نیست. آره، سلامت باشید. ممنون از شما. این صحبت کردن با مردمان تاجیک اینجا انقدر لذت بخشه که حد و حساب نداره. منم همش تکرار میکنم ولی واقعا همینه، خیلی لذت بخشه. رحمت فراوان. بیایی تو بازار تلپک فروشان، تلپک نخری نمیشه دیگه، حداقل امتحان میشه کرد، ولی با این مدل مو یکم سخت تلپک گذاشتن. فرقی نداره چی جوری گذاشته دیگه. این پشت، اینجا اینجوری، این پوست گوسفند بره است که تلپک میدزن، تلپک درست میکنن باهاش، همچین کلاهی که البته گرم الان. و اینو که من میخوام بگیرم، رنگ آبی که به کتم هم میاد بهش میگن کلپش، همون کله پوش هست، میذارن کله رو میپوشونن. درسته؟ آره. رحمت، قربان شما، بریم یک دوری بزنیم با کلپش بخارایی. خداحافظ شما. خداحافظ.
قطربزين ولا كلو محبتي وتدان إكمزي ويانمز مزخشام إشغيل أشبلم لرمز باوز غيرت يولا إشي يولا من يا بقير رشكت الدتبل